چه هدفی؟ یارو میخواد جیرهش رو از شما بگیره دیگه. اومدیم جیرهمون شما جیره ما رو میدین. هدف مثلا طرف میخواد بره چه میدونم یه کچری بخره پولش از شما میگیره. خاک تو سرتون کنم، خاک بر سرتون بکنم. اینا رو چاق میکنید و اینا رو فربه میکنید، خودتون زوزه میکشید. امثال مثل منو خاک تو سرتون بکنم که یکی بشینه اینجا پشت سیستم بگه مرسی بابت دونیت، یو 2 میلیون دونیت میشه. واقعا همینه که آرتیستتون هم معلومه چه کسو شعریه، فیلم سازتون هم مهران مدیریه بومش میاد. واقعا اون که شهره، اون که کارش درسته، باز آدم بره بیل بزنه بهتر از اینه مفخور جامعه باشه. دادو جی مرسی دمدونم که مانه دونیت کردین، هم لای دندون همه تون بهت بشینید چیزای علمی نیا کنید، بشینید لایو ناسا رو نیا کنید، زمین رو از بالا ببینید چه شکلیه. میشینید اینجا کسوشه دونیت هم کنید، دونیت هم کنید. آقا دونیت نکنید منو استریم میبندم، منو دونیت نکنید استریم میبندم. بالغ نزدیک 50-60 میلیون فقط سیم اینجا، سیم کابل، تمام کالا کابلم آلیاژ بالا طلا توشه که رسانه‌ایش بالا باشه. ببینم دونیتش میتونه کسی بخره. پول و آینه روشن اینجا، پولش هم بدید اینجا به شیلنگ شهرداری واسید. برق امام نیست به خدا، فکر نکنید سوتیان انداختیم روی چیز برق اینجا برق اومده. پول اینجا پولشو بده. 50 میلیون لنز فقط این رو وصله به من، چه که وصله. تموم شد پولش زدی کی تموم. آدم با شرف اینه. برق مثلا بازیگر سینما خیلی باز، مثلا مهران مدیری خیلی مثلا چیزه. بری ور بچولی، بری ور و وی گولنزجی. اینو اومد گفت پولدار شد. نه رام هیچی، خب هیچی نمیفهم. فیلماش هم برید تو رو خدا برید فیلم آخرش نگاه کنید، بازی کرده انتون میگیره. موجی خیلی توامندی ها، خیلی آدم زرنگه. چرا ما نخوریم؟ چرا اون بخوره؟ والا تازه این خوبه است ها، الان خیلی بدترم، الان خیلی بدترم. تازه مثلا اون خوبه است، مثلا پاورچینشو برو نگاه کن، مهران مدیری سریدوزیه، مثلا سریدوزیه. متنا خوبه، قاسم خانی خوبه، بوم میاد تو کات، میخندن کات نمیدن. شاید بامزه باشه ولی به عنوان کسی که متعهد به کار باشه چه تعهدیه، چه کاری کسوشه. همش داخلی یه دونه سوله انداخته. یکی پیره مرده، یکی میگه فرهاد، یکی میگه چکاره بیدم. چیه این؟ مثلا بغل وودی آلن میخوای بذاری جشنمانی ران، بغل این میخوای بذاری؟ اینو بغل چی میخوای بذاری؟ داگ دی افترنون رو ساختن، بعد برو ببین رضا عطاران چی ساخت. اونا بعد از اون سگی ساختن، اینا بعد از اون تخمی ساختن. رضا عطاران میاد بغل یارو میگه اچ 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 چی؟ بجای اینکه دو تا فیلم درست حسابی شبکه 4 نگاه کنید، باز هم خودتون رو نشون میده هم منو. قسمت راز بقاشه، بقاش داره چیزای بهتری از بقیه اینا. اصلا تلویزیون نگاه نکنید، اصلا هیچ چی نمیخواد نگاه کنید. خواجه احسان، خواجه امیری بیا برو مادر سزارینی خار، احسان خواجه امیری اون حامی با اون کچلیش کله سکسی رید توی موسیقی. با دوتا واروژان پخش بکنید یارو، حتی موسیقی بی کلام پخش بکنید. چه تازه الان احسان خواجه امیری خوبه، ماکان بند، کاکان بند، کسخل بند، چیچی زن بند، چی چی بند چیه بابا؟ هر کسی میشه بندی درست کرده. یا اون دختر با شوهرش که فرار کرده از ایران آهنگ میخونن، 25 بند. یعنی چی 25 بند؟ 25 منظور چیه 25 بند؟ اون پسر می صدای زنه میری بالا، هیچ چی نیستی سگ چی تو؟ اون پسر چیه اونجا رپ میخونی تو؟ تو چی کار میکنی اونجا؟ فیلمت هم میذارم تو یوتیوب ننت ویو منم نداری، حالا برو بغل ابی بشین. چیه اون زنت؟ یه صدایی داره یه عرعری میکنه دیگه، تو اونجا چی میگی؟ 25 بند، 25 نفر زنتو گفتن؟ 2 بند، 1 بند، چند؟ 2 نفرید. 25 چیه؟ 25 بابات سانت به سر قبلی زنته. مادر زنش بهت میگه آره و همسرم پردیوسر موزیک برام مانده زنده. میرید پول میدید به 4 تا میکسر آمریکایی واسه تون صدا رو میکس میکنن میفرستن، ساوند پر کوالیتی میگیرن، میگید ما فلانیم. بابا دم این بچه های رپ شرف داره به موسیقی پاپ. این بچه های رپر باز یه بیت میزنن، یه ریتمی داره، بعد روی ریتم باید بخونه یا بین ریتم باید بخونه، یه چیزی توش داره.
بعد مثلا یه تکسی داره یه حس اعتراضی بهت میده، چند تا کلا وزن داره حداقل، اینا چی هنه چرا؟ باز بابا این یارو پیشروه رو میشه تحمل کرد گوش داد، ببینید چیه چیزی هست توش، این چی هنه اینا؟ ریدن تو موزیک و میدیا شما رفته، باره چیزی بشه تو زندگی داد دقل، حداقل یه دونه گیتار بخور، حداقل یه گوی بخور تو زندگیت، بعد به این کار رو بکن. مغز بچه مردم میزنی تلویزیون میدانم من شبکه های آلی فیلم نگاه میکنم سوسانو، بابا مادر ما رو با این سوسانو، دوتا مستند نشونه بچه مردم بدید ببینید چیه فیزیک، چیه بلک دارک ماتر، چیه اینر کور، چیه آدر کور، چیه ماگما، چیه اصلا زمین چیه، چرا رفتید تو قطب و سوراخ کردید بیشکم راه نمیدید اونجا ببینید چیه کش. مرسی آرور عزیز بابت دوباره دونیتش، دهت من واقعا ریدم تو هر چی بنده ریدم، حرفم نمیتونی بزنی ولی نمیت کنم استو، یا من نمیتونم بخونم یا تو نمیتونی حرف بزنی، دو حالت داره، نرید بشینم چون هم دیگه بذارید تو مدرسه، همه تون هم دیگه رو میکنید تو مدرسه دیوسا، من میدونم چیکار میکنید، یه نفر بینتون یه خود چاق و چلس ریش میش نداره میپرد روش، تمام صورتاتون کک و جوشه، حشرید، گرمی میخورید دیوسا، من میدونم چه جونه برای هستید، روزی 5 بار 6 بار میزنید فکر کنید من خرم، بعدش هم میافتید روی پسر، پیشرفتتون چیه پسر میافتید روی دختر، فشار خوردید میشه خفش داری عصبی میکنی، خلاصه باید زرنگ باشید، امثال مثلا جیبتونه دارن میزنن، کلوفتر از منم اونایی که تو سینما، ایران سینما داره، ایران موسیقی داره، ایران سینما میدونه چیه، اصغر فرهادی مادر فیلم میسازه دوربین از داخلی میره از خارجی میره داخلی، نمیتونه استای رنگ و نور کنه، ایزای دوربینش میرزه به هم تصویر سیاه میشه دیفیوز میشه بازیگر، بعد شما میرید به این میگید پایان باز، تو مادرت هم بازه، خواهرت هم بازه، زنت هم بازه، که تو دوربین رو نمیتونی مدیریت کنی، بعد فیلمش تمام میشه 100 نفر توش دست داشتن فیلم ساخته شده، کش روی کیر بذاری دوربین رو بهتر میگیره تا تو دوربین رو گرفتی دستت، بعد بچه مردم که هنرمند بین شماست میخواد بلند شه بره یه دونه فیلم بسازه، یاد بره منش رو بذاری دوربین رو اجاره بکنه، بعد بودجه رو میدن شما گنده میکنید دیگه. مرسی ساناز جون واسه دونیتت، من یه بار نوشته بودم توی یوتیوب تو یوتیوب من یه بار مثل که توی برنامه گفته بودم شما دارید از کیانتون دفاع میکنید، نوشته بودم که آقا شما دارید از کیانتون دفاع میکنید، تا اینجاشو داشته باش، بعد دیدم 20 نفر اومدن زیرش نوشتن حروم زاده کیان مرده پشت سر بچه کوچیک حرف نزن، فاجعه ببین تا کجاست، ببین فاجعه تا کجاست، خانوادم چون تو خانواده شانس شما خانواده تونه، خب عموم ایرانی ها خانواده شون همچین چنگی به دل نمیزنه، یه بابایی دارید کار میکنه حالا دارا یا ندار، یه مامانی دارید یا کار میکنه یا خونه داره، این که از این دو تا خواهر برادر هم میفته بغلتون یا نمیفته، یا تک خود مثلا تک بچه، خب مثلا از توی این خانواده که همین جوریه، مرسی موبیم وقت 15 تومن دونیت داد که سری خوندم، از این همچین خانواده مثلا یه نفر در نمیاد که فوگ باخ بزنه اخوان سالس میخونه بعد جنتی عطایی رو بخواد نقد بکنه بعد بیاد در مورد کار طرف بزنه بعد بیاد بگه مثلا تو قطب جنوب چی کار میکنید بعد بیاد مثلا بگه چرا استراتوسفر اینجوریه، یارو اینجوری در نمیاد که یارو ننش میگه پسرم گرمی زیاد نخور، باباش میگه نزن، تازه اینا هم نمیگن تو نگاه میگن، نگات میکنه بابا سر سفره جورابش هم بو سگ میده، حرف بزنی همو بشقاب بینه تو سرت، بشقاب با پهنه جلوت میکنه تو مادرت، چی بگیم پدرمونه، میگیره میگه پدر ایرانی هم همین بوده دیگه، پدر ایرانی تا حرف زنی میده تو گوشت، پدر الان خوب شده، الان پدرتون مونی هم بچه هایی که کچولوید در 90 یا اینا همسن سال من هم اوبی موبی هم. پدره قدیمی حرف نمیفهمه که هندونه خربوزه بخره بیاد خونه، هیچ موقع نمیفهمی که این مامانمونو میکرد، هیچ کدوممون نمیدونیم اینو کی میکردن، خیلی این چیزا این توده‌ها زندگی میکردن، این اینا که تو روس چیز بودن ایرانی‌ها وابسته به روسیه، این اونا بودن، نه ایرانی هم بشوره بسا تو همه چی، لا این چی میخوای یاد بگیری، تو هم بالا میشی میری بیرون اگه تو روستای خر میبینی خر میذاری، تو شهر هم هستی میکنی از جرم میری کونه پسر کوچیک‌تر خودت میذاری، اول دیوات میری پسر میذاری رشد میکنی به میان لول رشدی،
یا بلند میشی میری زن میگیری. واسه سوراخ کردن خیلی زن گرفتم. نصف ده پنجایی ها به خاطر یه بار کردن زن گرفتم. قدیمی تر از اونا که اصلا حرف نمیزدن. شما تاریخ معاصر رو نگاه بکن، تو روستاهای ما اینجوری بود تو ایران. خوب یاد بگیرید، حالا نصفتون هم بچه های شهرستانید و اینا رو نمیدونید. نگاه مثلا مرد شانسی بود، چرتکی بود، ننه بابایی میرفتن حرف میزدن گفتن خیلی خوب برو این زنته. حالا یارو از شانسش دختر، یارو تاپاله گنده، مثلا سش مثلا هر چیز کوزش اندازه آرنج من بوده. و یه مرد مثلا با قد 160 تومی فرستادم گفتم برو این زنته بکن. یارو اینجوری زن میگرفته، هر باری هم که میگه ولای ارضا شدن میریخته توش یه بچه. شروع میکرده از اسم امام اول شیعیان شروع میکرده تا امام آخر میماده پایین، نفری 10 تا بچه، 15 تا بچه. بعد کشته تلفات هم میدادن، یه بچه تو گیر میکرد میمرد، مهم هم نبود، این جوجه کشی، این جوجه این مرد مادرش، حالا ننه اون بالاست بچه جنین تو کسشه مرد، بنا بیرون یه دونه دیگه نوما دیگه میام خدمتتون. نمایندگی داشتن، گارانتی داشتن، کد تخفیف داشتن بعد 5 تا. گفتم خسته نشه جناب حسنی، خوب هستین بچه جانو ششمتون خسته 30% تخفیف چای بریزید براشون. مادر زنشو گیده. خب اون زن بدبخت هم که طولش به دنیا میمد میگفت خب اینو باید جمع کنیم، اونو باید جمع کنیم، یکی معتاد میشد، یکی شهر میشد، یکی کونی میشد، یکیش فلان میشد. پس یعنی علمو به شما خانواده یاد نمیداد هیچ موقع، الان هم یاد نمیده. الان فرق مثلا الان چی؟ الان بابای شما باباتون میشه دهه 60 دیگه، نهایتا بره دهه 50 تای 50 بانیو بگونه چی ام نسلی ان که مثلا فیلم سوپر رو اینفرارد میکردن، همین هم دیگه. مثلا دیویدی زن لخ میگرفتن، این چیزا کاست گنده ها میگرفتن، VHS میگرفتن، یه دونه هم بود نوار بزرگ، اونا رو میگرفتن. اونا رو من ندیدم، من گشم اینا رو میدونم میکردن توی ویدیو. اول یه نویز ایتی VHS میومد و بعد یه دونه میله و یه زنه میاد، بابا تو میشستن با رفقاشون سفره پهن میکردن، چای میخوردن رو همون هم اینو نگاه میکردن. با فیلم تایتانیک میزدن تو ایران. شما کجای کارین؟ بچه رفته عاشق سوسانو شده، رفته خودشو کشته و بابا بدبخت. اینا فقره ها، اینا فقر مملکت ماست. بابا ننه بابای تمام نتیجه زندگیشون شده یه پسره رو بزرگ کردن، شده یه جوان 18 ساله، هیچی بهش یاد ندن، فقط خر میکرده تو روستا. بره خربوزه دیم ورداره از سر زمین یا هندونه یا من فلان، اومده تو تلویزیون عاشق قاب تلویزیون شده خوشو کشته. بعد مثلا میگید زندگی انسان ارزش داره، کجاش ارزش داره؟ واسه کیا ارزش داره؟ ارزش نداره. حالا 1 میلیون نفر بمیره، انگار 1 میلیون مگس مرده، چه فشه مرده، چه فرقی داره؟ تا علم و مغز تو کله نباشه کردیتی نمیگیرید، کردیت نمیدن. مرد عاشق سوسانو شد، میخواست نشی نمی، کسی نمیاد بهم بگه پسر گل این کس و شرات چیه، تو میتونی خلبان بشی، تو میتونی به درد مملکتت بخوری، تو میتونی یک گوی بشی تو زندگیت، واسه چی عاشق قاب تلویزیون میشی؟ الان هم که ماشاءالله همه شدید معتاد، همه تون شیرهی و نشه و گل بکش و سیگار بکش و لباسای گلگوشات میپوشید و معلوم نیست زنتون هم مردتون نمیشه تشخیص داد. دختره میاد بیرون اصلا سینه نداره، اصلا نداره، مشکل هورمونی داره، اصلا زن نیست. چیه یارو معلوم چیه؟ 14 سالشه مثل مردا حرف میزنه، بعد گنده تر از زنش میفهمه، ولی عقله یاری نمیکنه. این خیلی خطرناکه، گجت اومده دست دختر 14 ساله، بیشتر از تجربه که کرده اطلاعات داره ولی قدرت تحلیل نداره، ولی قدرت اینو نداره که اینا رو هم تفکیک کنه. بعد جلو ننه باباش وای میسته چون اونا رو کل میبینه. دختر 14 ساله الان میاد بیرون میگه برو بابا تو چی میگی؟ دیوس باباشو به اسم کوچیک صدا میکنه، میگه هوشنگ کسمشنگ. باباش برمیگرده با پیژامه تو خونه، چیکار کنه؟ بزنه زیر گوشش؟ چیکارش کنه؟ به باباش میگه هوشنگ باشنگ. دوست پسرش رو میاره جلو باباش، کنتش جلوش گل میکشن. بعد باباش هم میاد میشینه پیش عموش میگه میدونی چیه، من و دخترم خیلی راحتم، سعی کردیم با هم خیلی راحت باشیم. مرسی از ای بابت دونیتت. مثلا من کل میشم برای شما تحلیلگر، من مثلا میشم آدم مثلا کل ما کسی بهش گوش بده. بابا مگه اینجوریه دنیا؟
به خدا اونایی که من بهشون گوش میدم به شما معرفی کنم، معرفی نمیکنم، من شرمم میشه، من دارم موقع سوء استفاده میکنم. اینا رو یاد بگیرید. آدمای دیگه که میان صحبت میکنن جای دیگه، بابا باید همه ما شرم بد بکنیم، هممون سودجویم. اینو بپذیرید، اینو بپذیرید که هر کسی فکر جیب خودشه. مثلا الان داده مهمه، مثلا من به شما بگم میگم مثلا فلان چیز اندورفین چیست، مثلا خیلی خیلی تاثیرگذاره اینا. مثلا من بیاد شما میگید آفرین بگو تو رو خدا اندورفین چیست، تو رو خدا خواهش میکنم بگو اندورفین. نه شما مادید کلک ببینید، هروئین حرف اول میزد. تازه وقتی که سیویلایز شده بود، تو همین چیز اصلی رو میگم، اخیر رو میگم، 50 60 70 هیچی 80 شروع بود، 90 تازه دهه 90 میلادی تازه ما درگیر این شدیم که خانواده چیه، دوزا اومد پایین، دوز جرم اومد پایین، یه خورده تفاوت رنگی کمتر شد، فرندز ما تو اواخر آخرش دیگه داشتیم دیگه رسیدیم به دوران نیو ایج. نیو ایج میشه 2000 با کوچرای نیو ایجیش. بابا اون فنگشویی و اینا توی آمریکا جواب میده، یارو خونش 200 متره سه مدل مبل داره، میگه آقا من اینا اینجوری میچینم، مال اون دوره است، مال زمانی بود که سلین دیون اپل میپوشید میومد آواز بخون تو نیو، دنیا صلح بود. بابا اون مال مرودشت کرج نیستش که یارو با قمه میکنه تو کنانه بغلش رو موتور که فنگشویی میکنی خار مادر اسهی نمیتونه بنویسه اسقف فرادی به کانکلوژن برسه ول میکنه خودکارو، میگه پایانش بازه، گو خورده نمیتونی جمعش بکنه کنجر میسازی چیه این؟ بعد شما میرید پول میدید یارو کد، باورش نمیشه. سیاسی هم بهشون جایزه میدن، واقعا اینو میگم، واقعا اعلام کرد، کن دیگه اومد اعلام کرد، گفت آقا ما سیاسیم، شما الان بیا من یه فیلم بسازم میام کف تهران، میگم من کیم، یه دونه پیرمرد باریش میاد کی میکنه تو کیم، دوربین کاشته، دوربین کاشته، سکانس پلان همینجوری بگی دستت بابام شده سکانس پلان. یارو حال نداره پریمیر نصب کنه، سکانس پلان گفت برنگات مادر، سکانس پلان میدونی مگه چیه، بی پدر مادر. بعد میره اینجوری میگیره اونجا، بیاره پیر مرده منو کرد، همونو بده کن همونجا به من کد تنم میکنم، یعنی جایزه. بابا جمع کن بساتتونو، آره ازش بیاد بیرون، گنده تر نگاه بکنید. حالا بله من حرف رفت دیدم یورو هنو درگیر اینه که تو ادای اونو در میاری. مادر من وقتی یه تیس اکسپیرینس رو برم داشتم نگاه میکردم، به سختی VHSش رو پیدا میکردم، بابای مادر با این VHS ها فیلم سوپر پلی میکرد، تنین شو نگاه میکردی با مادر و آقای که من VHS ATS Experience رو میرفتم میگشتم میدادم پیدا میکردم، نهایت خلاقیت و علم خونه بودت این بود که بری تنین شو بذاره شهرام شهپری بیاد بگه این شبی که میگن شب نید، اگه شبی مثل اون شب نید، این شبی مثل این شب نید، اینا رو نگاه میکردی ننه. حالا واسه من اومدی داری ننه بابات اینا رو نگاه میکردم. خورداد اونایی که مامانت خوردادی اون میذاش سینیمزش رو سرش اینجوری میکنه یک و از اینا از اینا از اینا از اینا مادر من داشتم آنتی گراویتی میخوندم خار. حالا اومدم تو بچه سال بیناموس بیناموس ننه پرشه عقب افتاده ننه آمونیاکی اش، تو اومدی اینجا برای من داری گنده، چرا؟ چون آپشن چت بهت دادن. دامو کنی ننه بابا چی کار میکردن؟ کسکش برای فیلم عروسی ننه باباتو نگاه کن، فک و فاملات و قیافه هاشون رو نگاه کن، اون سیویل هاشون اپل های خاله هاتو نگاه کن، ببین چه قوم و چه خانواده اومدی بیرون. برمیگردی میری سر جات، برمیگردی میری این تانک درم میبندی میگی منو صدا نکنید، تق درم میبندی رو خودت، انقدرم گشاد است به هر کی رسیده داده. این سروری که اینم بگم، سروری که پلی میدادیم این دو جلسه گرفتیم، سروری رو آف شده، یارو من نمیدونم چیکار کرده، یارو آف کرده رفته. میریم توی یه سروری همینجوری میچرخیم ببینیم چه جوریه. بزن نرفتی غزه، نه میخوام برم خونتون، من یه هفته ما دیرتر میرم. بقیه خوبه؟ خوبه؟ بگو قرمه سبزی و قیمه بذاره. آره حالا تو بلند شو برو غزه، نمیدین صحنه ها رو خارکاسه. یه کون بچه اینجا بود کار میکرد، گفتم برو مشقاتو بنویس، من میام. فکر کنم رفته خوابیده. یا که من این توییتر که گفت عکس این بود بچه ها، حداقل اکثری که نمیتونن پاک کنن از تو چیز ما،
عکس این بود. فیوریت چیه؟ عکس کون زن یاروه. آقا ببخشید من همکارتون خودت کیر تو دهن آقا. الان شما دارین چیکار میکنین آقا محترم؟ سلام خانم، خوب هستید؟ ببخشید من سر دارم پشت فرمون قفل کردم. سریعتر از اینجا فاصله بگیرید جناب. نمیتونم، مریضم، بعد منو همینجا ببرید بیمارستان. خانم دکتر حالم بده، سر دارم قفل کردم. بله سر نمیدونید چیه؟ نه سر دارین؟ سر که دارم، سر داره. شما سرش رو میبینی؟ سر دارم، سر. نه من ترش دارم خانم. سر دارم، سر. یه بیماری آدم رعشه میگیره. خب بذار بیام پایین بهتون توضیح بدم تا شما دارید میک میدید. آره میگه چرا داری بحث میکنی ایشون؟ مثلا من آدم اسکل احمقی هم چی نمیدونم، ایشون میدونه. میگه با کی داری بحث میکنی؟ یه رو سر داره. آره فرمایش. آره آره عرض میکنم خدمتتون. بررسی کنم بدنشون. بفرمایید. بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که یه حالت بدی. یا خدا اینجا چی شده؟ که بنده باید تحت درمان قرار بگیرم. تحت درمان قرار بگیره. آقای کوین برادر بنده، بفرمایید شما این آقای یعنی برادرتون این شکلیه؟ بله. من دو تا برادر دارم. بله بفرمایید. حتما یکیش هم ایشونه که رو زمینه. آقای رابرت رو بگید. بگو بیاین اینجا. شما خودتون درمان نمی‌کنین؟ می‌خوام با خودتون بردارم برای سر. آره سر. سر نه خانم، سر. سر. بله. حالت تشنج خیلی بدیه. بفرمایید. ای بابا منو فرستادم موقعیت، متاسفانه. برو موقعیت دختری گلم. تورا نگیرن بهتون تعرض کنن، مواظب باشید، در قفل کنید. بله رو خودتون نه، روی متعرضی نرز میکنم، رو خودتون قفل نکنید. بله شما میخوای از من مواظبت کنی؟ من سر دارم ها. بله بیام زمینم تو با هم بریم یه موقع ترتیبتون ندم. خوب هستم؟ بچنکه. اسم شریفتون چی؟ آنجلیکا خانم هستین شما؟ نگنس هستم. نقرس هستین؟ به به، چه ربای قرمزی هم دارید. خانم نقرس چند وقت شما توی بیمارستانی؟ یه هالوژن یک ماهی هست. اون هالوژه، هالوژ نیست، اون هالوژنه. خب خانم نقرس میگم که شما خیلی زیبایید، حیف شما نیست که اینجا به بیمار و اینا میرسید. شما باید کار بهتر بکنید، مثلا رانندگی پشت ماشین ظرفشویی. من با پدر من همکار هستید. من با پدر شما؟ موری کریپر رو میشناسی؟ موری کریپر رو نه، موری کریپر خیلی اسمشون آشناسی، قسمتی از اسمشون موری کریپر. کریپر کریپر کیری کریپر نه نمیشناسم، به جای نمیدونم پدر شریفتون رو. نه متاسفانه تو کار چی هم؟ کسکش هم؟ مدرت کسکش هم؟ مثلا من همکاره کونی؟ بذارید من بهتون مورفین بیسترم. قربان بهترین، ایشون دارن شما رو پانسمان میکنن. بله خانم دکتر از بهترین دکتر بیمارستان هستن و بنده هم راننده شخصیشون هم آمدم خدمت. بله مشخصه. بله استاد شما اسم چیه؟ استاد داشت هست برام. بنده اقوام خانم دکتر هستم. نه اسم چیه؟ موری کریپر هستم. موری کریپر هم چی؟ آها نه موری نه، الان شو حالشون خوب نیست، به حال نیست، دارن هزیون میگن. بله آروم بلند. موری کریپر پدر بنده است. بله موری کریپر پدر ایشونه. من موری کریپر، من کلیپر هستم بزنم. خدا رو شکر نشناخت پدرتونو، بیانه بعد دلراست میشد جلو خانواده شما. برادرم گفتید دارید دوتا، درسته؟ بله برادر دو قلو. بله دو قلو بسیار. میگم که خانم نقرس شما چند سالتون هست؟ اگنس هستم. آها اگنس هستید. اگنستیک. اگنس. خانم اگنس واقعا خیلی خرسندم داشتم تو. معنی اسمتون رو میدونید چیه؟ بهنی. بسیار عالی. چیه؟ خوشنود پاره. مرسی از سامان حمیدی فر بابت 25 تومن دونیته. مرسی. داره شکلک. آقای امیر حافظ تحویستون اعلام می‌کنید؟ ایشون یه مورد اورژانسی هستن، لباس جراحی چین کار ایشون رو انجام بدین. سر دارن. ببخشید سر نیاز به جراحی نداره؟ خب نه دیگه، شما خیلی خواستی بعد صورتتون باید جراحی کنی چون زیباییش افتاده از نظر من. جراحی کنم؟
آره چون نظر شماست جراحی میکنم من. خیلی به نظر دکتر میکنم. آیا دکتر یه اوکی میکنی در ما یه دونه جراحی سرجری پلاستیک چیزی بریم؟ شما با هم بیا. خواهش میکنم. شما هستین اینجا خانم دکتر؟ بله بله. امنیت ما داریم دیگه، یعنی من میرم. آره آره نگران نباش. بله بله. بنده کریپر. بنده رضا فرشته هستم قربان. بله میشناسمتون، بفرمایید. از کجا میشناسید منو؟ معروفید دیگه. آها. برون بدارم میمالم دارت یه بخواب یه بخواب. آروم باش آروم باش، دارم میخواب. آمپول هوا به تزدیل کنم. نه نمیخواد آمپول هوا بزنی. آمپول جلو هست بخور براکی. دوست دارم باید بخوابم. دوست دارم بکنیم دکتر، بعد اینا رو بدم بگی نصیحتم بکنی. بخواب بخواب همینجا بخواب. خوابیدم کس خل دیگه، مگه نگفتی بخواب؟ الان خوابیدی؟ آره الان خوابیدم. دست بزن بلند شه، من خانمه رو باش ازدواج کنم عزیزم. جان تمام شد جراحی دیگه. شما تا هزینه رو ندی اینجا بیرون نمیای. هزینه خب باش شواهد داره هزینه رو کارت بکشم برات اول میگیرم. هزینه رو اول میگیرم. کیه بره توی بره خانم دکتر کو فرار کردی خانم دکتر؟ اوف دما داد دره مل دردی تو، من دره دردم دیر درده دید تو نمیدونم این طولی بودونم. عجیبه اینا مش میتونم بزنم، ما نمیتونی مش بزنیم. ایوا خانم دکتر خدا بد نده شما اینجا این، من عمل کردم به خاطر شما. شما پیچون دیاره بیبی؟ من چرا بپیچونم؟ پیچونی شوهر داری؟ میگن شوهر داری شما، یه سری حول دور تو گرفتن مثل خزه. خزه که روی سنگو میپوشونه، مثلا سنگ الماسا. آره گفتن آره طرف این نرو بهت پول میدیم فلان اینا، داش بکش بیرون. گفتم داش من تو کسی نکردم بکشم بیرون، داشتم باشون دوستانه صحبت میکردم فقط همین. بعدم گفتن به خاطر این داری خودت عمل میکنی. بعد جای میشینی بریم با هم برتر صحبت بکنیم، ماشین میزنه ازمون شما رو درست میکنه. منظورم کوزه بهش نگفتم، نمیدونم شعر راست میگن شعر راست میگه. ماشین راست کرد شما رو دید، ماشین راست کرد نیا کنم شعر دوتا چرخ بلند شد. بیا بیا عزم بیا خانم دکتر بیا بشین. یه نحسه سب کنید ولش کنید، اونه که تو دیسکورد همه پیام میدن ولشون کن بیا بشین سواش رو. نه بیا من که میدونم یوری داره خوش پاره میکنه. بیا عشقم من میدونم دارن اینجوری میکنن برات. بیا من اینا آشنا. نه الان یارو خودشو میکشنه زن. بیا عزم بیا والا بیا والا سوار شو بیا حالا یه شب با من باش، دوباره برو تو رابطه باش. بیا 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 دوستا من دردم بیا شو. من متشکر دمتونم گرم. دم خودت گرم عزم، دم نرمت گرم. برو واسه سپر زوزه بکش ازگل دوزاری. بیا اینجا ببینم خوشگله چی چی گاز داری میدی. بیا اینجا من اگه بذارم تو برسی به اون پیدی قربونت برم. آخ 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 خانم عذر میخوام. خانم چیزیتون شد؟ خانم 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 خسته چیزیتون شد؟ من خدا بد نده من اوف جا؟ نه چیزیم نشد مرسی. میتونم برسونم تو تا پارکینگ؟ چیزی نشده مرسی. ولی من یه چیزیم شده. بفهم ببخشید من شما کجا میرید؟ من شما رو ببرم خب. بفهم من شما رو برسونم تو پارکینگ ماشینتون از این پان در میارید کنارتون. مزاحم نشید. مزاحم چیه خانم؟ من شعورم رو در بردم در خدمتتون باشم. مزاحم چیه؟ مراهمی عملم کردم تازه حشری هم حقیقتا. شما خوب چیزی هستین که در خدمتتونم. اسمم رضا، اجازه بشینم. خب احوال رفتم بخشید. آخ آخ الان این چیزام لای پام میگیره و هم دیگه دردم میگیره خانم. میدونی چی میگم که بذار بشینم ببخشید. بالا معلومه شما چرا هی یه چیزی نه میگم بالا کلم معلومه اکستنشن فرادی دادم. حالا قهر نکن واسه کارت دارم. چوس نکن خود واسه دیگه با طرف میذارم عزیزم. بفهم اسم چیه؟ خوشگل خانم. شما ربطی دارم؟ آره عزیزم. سلام حالتون چطور؟ خوب است؟ این خانم میخواست من تجاوز کنم. رضا
من شما رو میشناسم. رضا شلوار پاتکن خجالت بکش. ای شلوار اوخ خیالم ببخشید. رضا خجالت بکش، شلوار پاتکن خجالت بکش. ببخشید من عمل من مثلا یادم نبود جواب ندارم. ببخشید این چطوری هست؟ خوبی؟ شناختی آقای رضا؟ آره غزال جان چطوری؟ خوبی؟ غزال کیه؟ من یونا. آها همون دختر چیزی لزه ای؟ آنه من لذت. آه باره گم شو میبینمت بعدا. خوب آن چیزه ببین این دوست دخترمه. آه این مال تو همی شون چطورا بیبی من بذار دور جفتتون بگردم. یونا جان قراره بود یه راند به ما بدی یا سینات هم بزرگ شده. یونا جان میگم که چیزه اگه آف دیوتی بریم بیرون با دوست دخترت بزنه دوره هم باشیم امشب. آه به خدا اگه تو کیر داشتی کیر تو رو من میخورم. کیر تو خوردن داره، لیاقتشو داری. به خدا میگم اینو من نمیگم، تمام عالم میگم کیر آدم تو رو خورد. حیف که کیر نداری. چون زانو بزن، زانو بزن، ساک بزن، زانو بزن. داش برو 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 برش کیر نشی. آی 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 رضا برو ابرم نه خواسته واسه آب من از پایین رفت و آب روت رفت. گوش کن یونا جون. بابا رضا برو کم شد. آروم باش چیه سک بریم یه دم سوال یه تجربه ریز داشته باشیم. ار دیگه جوابتو نمیدم ها. ببینم دوره برای کی رو همین پلکی هم میدونم با تو. خدافز. چرا داد میزنی رضا؟ داد نزن برو برو نه کار دارم بخوام برم. گو خودم گو آه نزن توش، نزن تو لاستیک. چرا لاستیک میزنی؟ آخ کتگوری تجاوز. آخ کتگوری تو دوست دارم. کتگوری تو دوست دارم. خالم و بگا کتگوریشو دوست دارم. دوست داری بدی؟ آره به تو دوست دارم بدم. دوست دارم به تو بدم. نه دیگه رضا فرشته بدست. نه رضا فرشته بدست چه کیرم رو دارم میارم میکنم دهنه همکار تو. بابا این در باز کن بیا. آقا ببخشید کیرم رفت دهنه شما تو بست. امیدوارم شما نبود کلا همکارشو میگم. یونا جان عصبی نباش، حشری باشه امشب. میشه امشب یه خوره اعصاب تو به حشری چیزی غالب کنی. کیر میگم که جان خدا واقعا بندش بگیر فدات جان. رضا من پرونده درم بذار پرونده بکن تو کونم. یه سلفی با کونت بگیرم این همه رو اومدم. بذار جون من شهید. آقا یعنی چی؟ بابا سکسی دیگه، زن جذابی هستی و قبول کن دیگه. آدم برو بینم بابا آدم حشری میشه دیگه. تو این آیدی کارت هستی چون نه اون آیدی کارت در بیار بودم. الا الا عشقا الا عشقا ببین بگو سیب کست باز شما یه عکس بگیرم ازش. دوستت دارم. سیب هم نگه همجور باز هست اینقدر. آره باش الان میدم گو خوردم گو خوردم گو خوردم دیگه نمیگم الان میدم آیدی کارتم گو خوردم. سلام قربان خوب هستین. من برادر دوتا شهید هستم. من برادر دوتا شهید هستم. چی گوش میکنی؟ برادر من... شهیدی؟ حالا خودم میبرم تو بازداشتگاه شهیدی. من اجازه بدید بشون این خانم به من تعرض کردن. هرچی از دهنشون در اومد به من گفتم. من گفتم خودم به تعرض نه نه چند لحظه زدید من بهشون گفتم خانم محترم من تابع قانون شما الان قانونیه کار. تو بپوش تو بپوش. نه آخ بعد محکوم و محکومیم. ما محکومی به این قدرت نیروهای امدادی و پزشکی. من پشت قانونم. میخواید شما دو نفر جلو من چیز کنید من نگاه کنم ببینید چیزی نیست؟ مثلا هیچ چیز تحریک نمیشه. بیا برو بیرون. ببخشید بیا برو بیرون. ببخشید ای جان خداوند. بیا برو گم شو بیرون. بفرمایید خواهش میکنم. من پرینت اسکرین همینجوری دارم بچا پرینت اسکرین میگیرم. نه دارم پرینت اسکرین پرینت اسکرین چیه؟ ببخشید 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 داریم دو رقمی آماره بچه هایی که سیخ کردن رو 220 نفر همه چی دارم؟ آره دنیا جان شماره همه که گرفتین که چه کسیه اون چه کسیه اون من هول شد. من منتظرتونم دنیا جان. من یه بار دیگه هم بخونم فقط اگه ما رو به چیزی منتظر منی؟ عزیزم مرتضوی منی چیه؟ یه دقیقه واسا تو منتظر منی؟ 85-0-25-81 بادم جان مهرآباد یه نفر مهرآباد بشین 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 اولات اومدن بشین بشین عزیزم بشین. خانم دکتر خانم مهندس چی میخوای؟ جون تو رو چی میگه گم شو برو؟ گم شو برو چیه با همین؟ جان گو خودم گو خودم قربان گو خودم بابا اینه آقا من غلط کردم به خدا نمیدونستم. آقا من نمیدونستم میگم ناموس شماست. آقا
قربان من نمیدونستم با آقا بیا پایین دخترم بیا پایین دختر آقا آقا پدر پدر آقا بیا پایین شما جان شما من آقا یه لحظه اجازه بدید من صحبت کنم خب یه لحظه شما میخواهید بزنید آقا برادر من غلط میکنم آقا غلط شما فقط جلو چش من اونجا سه بار زدید تو ماشین آقا بیا غلط میکنم قربان آقا اصلاً یارو داره میکشه او چه پدره واقعا چیزی داره دمش گرم چه پدری داره زنه رو کجا بردن من نمیدونم آقا من اشتباه کردم داجه به چیز من منتظر فامیلم هم عزیزم چه اسمتون چیه؟ من کوچیک شما رضا فرشته هستم فرزند ابراهیم آقا بابامه چیکار داری باش؟ دارم باهاشون ایشون همکار من هم فکر کنم تو شهرداری با من کار میکردم پشت شهرداری قربونتون برم پدرتون من گفتم پدر با دخترتون میاد بریم دور بزنیم لب ساحلی آره آره در باز کن بریم در باز کن یعنی چی برای چی میخوای با این بری عزیزم این به درخ میام یه من غیرت نداری تو خانم من چی هم باز در بفرمایید خانم بفرمایید خانم بفرمایید دیگه پدرتون هم هست دیگه چیز باشه پدرتون میبینه دیگه من که چیزم اون چیز کجا میری؟ آروم باش آروم حرف بزنید ببین در ماشین قفله در ماشین قفله خب آروم باش ببین جان ببین تو فقط برو برگرد بذار بابام هم بیاد بابات هم میاد یه کاری میکنم همه بیان صبر کن شما مجردین دیگه درسته برگرد بذار بابام رو سوار کنم من بدونم بابام جایی نمیره عزیزم تو میدونی اتفاقی که برات داره میفته چیه الان دارن داری با شوهرت میری یه جایی که بابات نیست بابام نیست. آ نیست دیگه بابا. برو الان من برو الان که عزیزم. من تنها با پسر غریبه هیچ جا نمیام. چی فکر کردی؟ بله. ما که جایی نمیریم. بس میدونی چیه؟ دورت بگردم. بس چیه؟ بس اینه که من میخوامت. تو رو خوب میشناسم. تو نیمه پنهان درون چیز من. سه نکن پلیس بره. سه نکن پلیس بره. او بابا چجوری بود؟ یعنی چی؟ همه جا خوبه پدر. همه جا خوبه. سه نکن. همینجا خوبه پدر رو اتراق کنیم من دیگه شما گفتی حرکت کن حرکت کردم دیگه با هم گفتم بیام اینجا اتراق کن چی شده؟ بیا پایین رسه جان چشم خدمت شد بیا پایین رسه چشم رو چشم ماشین رو خاموش کردم و آروم آروم ایت چی نیست بیا پایین چشم چشت برم من نمیتونم بیام پایین به خدا میخوام بیام پایین چرا عشقم؟ بذار کمربند تو باید باز کنم بفهم من دیگه گفتم ما بیایم اینجا که شما اومدید دیگه چی شده؟ میدونی من کیم رضا جون؟ پدر بانو؟ پدر دیبا خانم هستم آبایی کرد پدر بانو مثلا شغل مثلا اسمشونو به زبون نمیتونم بیارم به خاطر غیرت قربونه چشات کنم ناموس پرستی و شما پرستی بله عشق من خواهش میکنم چه خبر رضا جون خوبی؟ من دیگه شما گفتید بریم بیرون من اومدم اینجا دیگه چیزی شد پدر یه چرا اصلا شد تو رو نه هیچی تو شما گفتید بریم که من حرکت کردم گفتم شما پشتمون دارید میایید دیگه جدی؟ آره دیگه میگه غیر از این بود شما پشت شما مگه غیر نیومدید و اینا چه جوری شد اینجا بله منم دیگه شما گفتم همینجا خوبه گفتم شایسته خانواده دیبا خان لطف بدم چیا گفتی چیا گفتم نه من توضیح میدم خدمتتون دیبا جان توضیح بدم خودت ارزم بوزو شریفتون پدر دیبا جان فهمید که من میخوام بهشون گیتار یاد بدم ولی گفتم سورپرایز از پدر اجازه بگیریم اول دیبا جان گفت چرا سمو بخونی بله فقط دیبا جان گفتش که پدرم هر چی بگه همون من گفتم بی اذن پدر شما نه حقیقتا شوهر داره شوهرشون بر بساده درد این نه این اون مشکی مرگم مرغ مگس خور آم شما این این توی که نه این اینه حالا این یعنی چه صفحه کشیده که نه نه هم ایشون یعنی این که توی این ایشون دیگه بله ایشون هم اون بله خلو من این نکن بله خیلی ما نه گیتار که خرابه دیگه من به دیبا جان گفتم همیشه از ایشون شکایت کنم دیبا آخری باش چکنی شمونه از دست تو نیست دل من از گریه پاره مثل تو طاقت نداره دیبا واسه تو هر دم میباره نه اوه زنی برادر عروس ترقدیم به آقا من خودت گفتی بخون خوب این شکلیه خوب دیبا جان دیبا جان پاتو با کن جلو پدرت رو بگی چه اینجوری میکنه عزیزم
اوه 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 برو 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 شنید چجوری شنید چجوری شنید چجوری شنید گویشش میسید حیفه حیفه این دختر حیفه این دختر به این نایسی دیدی باباشو شوهرش دیدی شبیه کیره بعد جق بود زمان صفویان من هم همینجا پیاده میشم مرسی از امیر بابت 10 تا دونیت اجازه بگو فلان بیسار مرسی دمت گرم واسه دونیتت گفتم این سرور فرق میکنه خودت باشیم حال میکردیم حالا اگه داستانی باشه داستانو میریم اگه داستانی نباشه که همینجور بعضی اوقات میچرخیم ببینیم چه جوریه حالا بعدا حتما بپرسم ازتون که آیا رول پلی کوسوشر دوست دارید یا همینجوری بریم کوسکلکی یا رول پلی داستانی چی بگم باز برمیگرده به اون درک و چیزهای مختلف به هر حال مرسی که دیگه داریم کس بگیم دیگه مرسی که نیا که دمتون گرم بودین تا استریم دیگه فعلا بدرود دوستان عزیز مرسی از همه هیترها طرفدارا و مخاطبین همجوری عادی که